بسم الله الرحمن الرحیم. علامه بیهقی رحمت الله علیه کتابی دارند به نام شعب الایمان که در این کتاب شعبه های ایمان را، فروع ایمان را ذکر کردند. همان گونه که می دانید از دیدگاه اهل سنت و الجماعت، ایمان یک مجموعی از باور درونی و اقرار زبانی و عمل هست. این مجموعه سی چیز هست. در کتاب شعب الایمان علامه و امام بیهقی رحمت الله علیه اعمالی را که جزو ایمان هستند، شعبه ها و فروع ایمان هستند، اینها را ذکر کرده. ایشون در این کتاب خودشون یک داستان عبرت آموزی را ذکر کرده. از یک شخصی به نام ربی میگوید که یک روز ایشون به خانوادش گفت که من مهمان عزیزی دارم، برایش غذای خوبی درست بکنید. یک حلوای خاص و معروفی بود، از خرما می ساختند. گفتند که این حلوا را امروز سفارش داد که درست بکنند برای مهمان. وقتی که غذا آماده شد، حلوا آماده شد، دیدند که ربی یک دیوانه ای رو دستش رو گرفته به خونه آورده و کنار خودش نشاند و از همین حلوا تو دهن این فرد دیوانه میگذاشت و آب دهان اون فرد دیوانه اینجوری سرازیر بود. خانوادش گفتند که این همه تکلف، این همه مهمانی و این همه حلوایی که سفارش دادی ما درست کردیم برای این شخص بود، این که خودش نمیداند که چی میخورد. برایش تفاوتی نداره که بهش حلوا میدادی، یک نان خشک میدادی، میخورد، اصلا خودش متوجه نیست که چی میخورد. ایشون در جواب گفت که بله، من میدونم که این دیوانه نمیداند که چی میخورد، اما پروردگارش که میداند، الله که میداند، من به خاطر الله این کار رو انجام دادم. همیشه نظر ما نباید دید ظاهری مردم باشد که مردم میدانند یا نمیدانند، احساس میکنند یا احساس نمیکنند، رفتار ما را، کردار و گفتار ما را متوجه میشوند یا متوجه نمیشوند. باید نگاه ما به طرف آسمان باشد، به طرف الله متعال، که الله متعال میبیند، الله متعال که میداند. ما کاری رو هم که انجام میدهیم، اهم از اخلاق نیکو، گفتار و کردار نیک، عبادتی رو که انجام میدهیم، فقط به خاطر الله متعال هست، نه به خاطر مردم. پس این دید خودمون را همیشه باید طوری تنظیم بکنیم که همیشه در کارهای خودمون الله را ببینیم، نه بندگان الله را.